و گزارش این دیدار ببینیم که گرایی در مقابل کدام حریف مبارزه خودش رو آغاز کرده. او در مقابل کامینیا سیویچ از کرواسی کشتی میگیره که اگر ما بر روی وال این دیدار رو داشته باشیم، خودم گزارش میکنم و تقدیم حضور شما عزیزان در وسط دوشگ. ما گرایی رو با دوبنده آبی در گیرنده های خودتون شما بینندگان عزیز مشاهده میفرمایید، در حالی که دو کشتیگیر زیر کتف میزنند و در تلاش هستند که برای ایجاد موقعیت و اجرای فن. خدمتتون عرض کردم که گرایی یک کشتیگیر تمام عیار هست که فن میزنه و زیبایی های کشتی فرنگی رو او به تصویر میکشه، در تلاش هست موقعیتی برای بردن دست به زیر کتف. همچنان رو به جلو حرکت میکنه گرایی توانمند کشتی کشورمون و سعی میکنه که اولین امتیاز رو به دست بیاره. یک لحظه دست رو به زیر کتف میبره، مجدداً در وسط دوشک میدونداری میکنه و قطعاً میتونن داوران اولین اختار رو برای کشتیگیر کرواسی درخواست بکنن که اگر این چنین بشه اون وقت ما زیبایی های لیفت کردن ها و تاباندان های گرایی را انشاءالله شاهد خواهیم بود. همچنان تلاش دو کشتیگیر در وسط دوشگ یک لحظه میره که سر و گردن رو بگیره اما ناموفق هست. پنجه در پنجه، رو در رو و تلاش دو کشتیگیر و به هر حال اینجا بله خدمتتون عرض کردم گرایی پرکارتر فعالتر ظاهر شد و حالا یک امتیاز به سود او و اختاری که به کشتیگیر کرواسی میدن و حالا در موقعیت خاک ببینیم که آیا موفق میشه که حریف رو از تشک جدا بکنه یا نه. تلاش او برای کندن حریف، دست رو به دور شکم میبره، قصد اجرای بارانداز یا لیف کردن، خودش رو جابجا میکنه از این جهت به اون جهت تا او رو بتونه از تشک جدا بکنه که یک دسته این کار رو انجام میده. حالا حریف رو از تشک جدا میکنه، سار تا بارانداز در اختیار اوست. چقدر زیبا اجرا میکنه، یک نفس راحت رو رسول جزینی در کنار تشک میکشه. چهار امتیاز زیبا رو گرایی به دست میاره و آقای مشتاقی حالا رسیدیم به اون زیبایی های کشتی فرنگی که ما دنبالش بودیم و میخواستیم و برادران گرایی تنها کشتیگیران سطح بالای جهان هستن که واقعا فن اجرا میکنند. مجددا در وسط دوشک لحظه به لحظه با گرایی با استرس ما کشتی رو دنبال میکنیم تا ببینیم نهایتا این گرایی توانمند آیا سه امتیاز دیگر رو به دست میاره تا با برتری عالی این دیدار رو تمام بکنه یا نه. خب به نظر میزه که رفته رفته داره کشتی رو اداره میکنه، چون لحظات پایانی 3 دقیقه نخست هست، طبیعی هست، نیاز نداره انرژی زیادی رو مصرف بکنه و سعی میکنه با این اداره کردن و استراحت 30 ثانیه‌ای به 3 دقیقه دوم بره. 2 ثانیه و اینجا زنگ پایان این 3 دقیقه به صدا در میاد و دو کشتیگیر به کنار تشک میرن تا 30 ثانیه استراحت بکنند. در این 30 ثانیه رسول جزینی و محمد بنا بر روی تشک حاضر هستند تا نکات لازم رو به محمد علی گرایی عزیز گوش زد بکنن تا در این 3 دقیقه فکر میکنم که دیگه نبایستی مجال بده آقای مشتاقی عزیز و شاید هم در این کشتی اول نکته ای که شما اشاره کردی وزن کم کردن های زیاد شاید عاملی باشه که کشتیگیر دچار افت بشه. امیدوارم که گرایی وزن زیادی رو کم نکرده باشه و اما او کار رو به خوبی آغاز میکنه. مجددا در وسط دوشک سعی میکنه که یک بار دیگه اختار رو به حریف تحمیل بکنه. اگر اختار رو تحمیل نکنه این احتمال داره که طبق مقررات داوری اختار بعدی رو برای گرایی درخواست بکنن که امیدواریم این چنین نشه. بنابراین گرایی بایستی سعی بکنه که در سر پا سر گردن رو بگیره، حریف رو به سمت پایین قوس بکنه که این چنین نمیشه. همچنان در وسط دوشک دو کشتیگیر در تلاش هستند تا موقعیتی برای دست به زیر کتف بردن و اجرای فن به دست بیارن که هیچ کدام از این دو کشتیگیر به حریف راه نمیده که کار خودش رو تکمیل بکنه. و حالا ببینیم اختار، بله خدمتتون عرض کردم، یک
اخطار و یک امتیاز به سود کشتیگیر کرواسی که حالا نوبت به او میرسه. خدا کنه که این کشتیگیر کرواسی نتونه بر روی گرایی فنی رو اجرا بکنه، رو به جلو حرکت میکنه. تلاش گرایی برای اینکه حالا بارانداز نخوره، سعی میکنه که بارانداز رو اجرا بکنه از جهت چپ. تلاش او بالاخره دو بارانداز، دو امتیاز رو از یک بارانداز به دست میاره. در بارانداز دوم ناموفق هست، یک بار دیگه تلاش میکنه و تلاش او حالا دیگه بی ثمر هست و داوران بایستی کشتی رو سر پا اعلام بکنن. از هر دو جهت این کشتیگیر کروات به دنبال اجرای بارانداز و حالا آثار خستگی و کاهش وزن در گرایی مشهوده و به یقین به گفته بهرام مشتاقی عزیز میرسیم که بعضی از کشتیگیران واقعا کیلوهای زیادی رو کم میکنند و حالا یک بار دیگه کشتیگیر کروات سعی میکنه بتابونه، حریف رو در اختیار داره و اینجا در اجرات خودش از دوشک خارج میشه. اما برای این اجرا دو امتیاز رو داور وسط درخواست میکنه. رئیس دوشک داور وسط رو به کنار میز خودش فرا میخونه تا ببینه که نظر قاضی چه بوده. قاضی هم میاد داور وسط با دو کشتیگیر صحبت میکنه و اینجا فقط یک امتیاز. خوشبختانه بخت با گرایی همراه بود و داوران یک امتیاز رو تصویب کردن. نتیجه 5-4 هست. اگر به این شکل کشتی بخواد بگیره کار سختی رو پیش رو خواهد داشت و بایستی حواسش رو جمع بکنه، خودش رو در اختیار حریف قرار نده. محمد علی گرایی کاپیتان تیم ملی فرنگی ما که یک لحظه سرگردن حریف رو به سمت پایین قوس میکنه. تلاش دو کشتیگیر در دقیقه پایانی. از این لحظه ما 1 دقیقه و 1 ثانیه تا پایان این دیدار فرصت داریم و بایستی مدیریت بکنه بر روی دوشک. یک امتیاز، اختلاف چندان فاحشی نیست و نمیتونه سوپاپ اطمینانی برای پیروزی گرایی باشه. او بایستی حالا هنر خودش رو بر روی تشک در مدیریت و اداره کشتی به نمایش بگذاره. بایستی اجازه نده این حریف فعال باشه، بایستی جا به جا بشه، دستش رو به زیر کت بزنه و با این زیر کت زدن ها سعی بکنه زمان رو به سود خودش به اتمام برسونه. فقط 28 ثانیه تا پایان این دیدار حساس و نفسگیر وقت باقی است. عجب سمج و پرقدرت هست این کشتیگیر کرواسی که سعی میکنه به هر شکل یک اخطار رو تحمیل بکنه به گرایی، اما گرایی ما خوب ایستادگی میکنه، حریف رو جا به جا میکنه. لحظات پایانی هست و رفته رفته میریم که به سوت پایان این دیدار سخت و نفسگیر نزدیک بشیم و اینجا زنگ پایان مبارزه دو کشتیگیر به صدا در میاد و در نهایت این محمد علی گرایی هست که این کشتی حساس و سخت رو با پیروزی پشت سر میگذاره. داور دست خودش رو به عنوان فرد پیروز در این دیدار بالا میبره و حالا ما